تمام وجودم منقلب شد و فکر کردم یعنی خدا مهربونه. او توسط فردی به کلیسا دعوت شد. دائم انجیل رو میخوندم و گریه میکردم، این عیسی مسیح اگه واقعا زنده ای، اگه اینایی که میگن درسته، بیا یه کاری برای من بکن، یا واقعا منو از این دنیا ببر، یا زندگی منو عوض کن. راضی نشو که من این طور زنده به گور باشم، چون من سالها بود دیگه خودم رو توی اتاقم حبس میکردم، تمام زندگیم توی اون اتاق خلاصه شده بود، حتی با بچه هم دیگه رابطه هم قطع بود، فقط در حدی که غذایی براشون بپزم و یه رفع تکلیفی بکنم فقط برای بچه هم بودن، دیگه شور و نشاطی نداشتم که بخوام با بچه هم تقسیم کنم. واقعا خسته شده بودم، گفتم که خدایا الان این اتاق من واقعا برای من حکم یه گور رو داره، یه گور یه ذره بزرگتر و مجهزتر، ولی من زنده به گورم، یه کاری بکن. واقعا التماس میکردم به خدا و طولی نکشید که بعد یه مدت واقعا خدا آستین بالا زد و زندگی من و بچه هامو متحول کرد. همه چیز در عرض چند ماه تو زندگی ما عوض شد، محیط زندگیمون، خونمون، تمام افرادی که بودن، حتی با کلیسا خوب آشنا شدم. کلیسا میرفتم قبلش و توی کلیسا دیگه اینقدر میرفتم عشق میریختم، همه اسم من رو گذاشته بودن خانم گریان. ولی همینطور که به مرور بیشتر با عیسی مسیح آشنا میشدم و مفهوم صلیب و بخشش خدا برای من باز میشد، من بیشتر متوجه خودم میشدم تا آسیبی که از دیگران خورده بودم. فکر میکردم که تا قبل فکر میکردم در مقایسه با خیلی ها من وضع خوبی دارم، خیلی هم دلم برای خودم میسوخت و فکر میکردم خیلی آدم خوب و با محبتی هم. ولی وقتی با عیسی مسیح روبرو شدم متوجه شدم که خودم هم یه شخص گناهکارم و چه بسا چقدر آدم ها از من لطمه خورده باشن و من متوجه نشدم، برام شاید خیلی عادی بود. در واقع خداوند خودم رو اول به خودم نشون داد و بعد زجری که شاید از جانب دیگران به من رسیده بود یا زخمایی که خورده بودم برام خیلی کم رنگ شد. فکر کردم که همونطور که من در ضعف بودم، خیلی ها به نوع دیگه ای بودن و اونها در واقع شاید بزرگترین مشکلش این بوده که خدا رو ملاقات نکرده بودن، خدا در زندگیشون جایی نداشت که خودشونو ببینن. آدم وقتی که خودش شفا یافته باشه، شادی در درون خودش باشه، اونو انتقال میده. وقتی زجر تو وجودته، زجر رو به دیگران انتقال میده. اینا تمام اینا رو خدا برای من باز میکرد و انگار خدا مثل روانکاو منو روانکاوی میکرد و ضعف دیگران رو به من نشون میداد و من به جای که از اونا ناراحت باشم، دلم دیگه میسوخت براشون و با تمام وجودم براشون دعا میکردم. و همینطور زنگ زدم به پدر بچه هام، با تمام وجود ازش معذرت خواستم، گفتم اگر تو هم نسبت به من رنجشی داری منو واقعا ببخش، ولی من دیگه قدرت این که با تو باشم و دیگه نداشتم. من احتیاج داشتم دیگه توی جای جدید، محیط جدید، بتونم واقعا خودم رو بازسازی بکنم و بتونم حداقل برای بچه هام از این به بعد بتونم مادر خوبی باشم. خداوند خودش رو از طریق‌های مختلف به من نشون میداد، چه از طریق کلامش، چه از طریق رویا، خواب، چه از طریق پیغام‌هایی که میشنیدم در کلیسا، چه از طریق محبت‌هایی که در کلیسا از طرف ایمانداران به من میشد. در هر صورت خداوند مرتب خودش رو به من نشون میداد و مهر میزد به اینکه من هستم و دائم این صدا در گوش من بود، دائم روح القدس در گوش من نجوا کرد که مریم نترس، من با تو هم، مریم نترس، من با تو هم. و این واقعا برای من چه قوت قلبی بود که یک خدایی به این همه عشق و محبت پدر منه، پشت منه و منو در همه شرایط محافظت میکنه. و فکر نمی کنم چیزی بالاتر از این برای من میبود که من چقدر احتیاج داشتم یکی منو اینطور پشتیبانی بکنه و حمایتم بکنه. امروز میتونم به همه کسایی که قلبشون شکسته
زجر کشیدن، تحقیر شدن، بهشون این مژده رو بدم که در خداوند عیسی مسیح تسلی هست، در خداوند آرامشه، شادی خداوند برای تمام سختی هایی که دنیا به ما میده. دوستان، زندگی خواهرم مریم رو شنیدیم و دیدیم که چقدر در زندگیش ناامید، افسرده و گرانبار بود. چقدر متاسفانه مردم هستن که در شرایط مختلف زندگیشون تو همین وضع قرار میگیرن و متاسفانه زندگیشون روز به روز در غم و افسردگی فرو میره. و حتی من بعضی از اشخاص رو میشناسم که اینها هم از نظر خانوادگی، از نظر مالی و از نظر تحصیلات و اجتماعی واقعا تو شرایط خیلی خیلی خوبی قرار دارن، ولی درونشون احساس خلأ میکنن و دائما غرغر میکنن، نمیدونن که چه چیزی هست که اینا دنبالشون میگردن و از زندگی بیزار هستن. به قول خودشون به آخر رسیدن و دیگه چیزی نموند، چیزی براشون جالب نیستش توی این دنیا. میدونید به خاطر چی هستش؟ واقعیتش اینه که درون انسان یک جای خالی هستش که اونجا جای خداوند هستش. همینطور که در زندگی مریم شنیدیم، در قلب او جای خالی بودش که فقط و فقط اینجا جای خدا بودش. و وقتی که عیسی مسیح وارد زندگی او میشه، چطور زندگی او رو دگرگون میکنه و پر از عشق و محبت خودش و آرامش خودش میکنه. بله، دقیقاً همونطور که خودتون فرمودید، تو دنیای زندگی میکنیم که افراد با امکانات خیلی زیادی هم که خیلی ها دارن، ولی باز هم احساس میکنن یه خلایی در درون خودشون هست. دقیقا. اون دانشمندی که این صحبت رو کرده بود که پاسکال. که میگفتش که اگه یک انسان یک خلایی در درون خودش داره، که اون موقع پاسکال به خدا ایمان نداشت، به خاطر این گفته بود که انسان یه خلایی درون خودش داره که اسمش خداست، با هیچی نمیشه پر بشه. ولی وقتی که پاسکال عیسی مسیح رو ملاقات میکنه و ایمان میاره، خیلی خوشحال میشه از این که چرا اسم اون خلا رو گذاشته خدا. و میگه فقط اون خلا با حضور زنده عیسی مسیح هستش که پر میشه. خدا شکر عزیزان، به خاطر اینکه خداوندی داریم که ملجا و پناهگاه ما هستش. خدا شکر میکنم که ما میتونیم به خداوند اعتماد بکنیم، میتونیم زندگیمون رو به خداوند بسپاریم و تمامی وجودمون رو به خداوند عیسی مسیح بسپاریم که اون برای ما فکر بکنه و بهترین ها رو برای ما میخواد. اجازه بدین یک مزمور 121 رو اگه اشتباه نکنم، بله، آیاتی رو براتون میخونم. خداوند حافظ تو میباشد، خداوند به دست راستت سایه توست. آفتاب در روز به تو اذیت نخواهد رسانید و نه ماهتاب در شب. خداوند تو را از هر بدی نگاه می‌دارد، او جان تو را حفظ خواهد کرد. خداوند خروج و دخولت را نگاه خواهد داشت از الان و تا ابدالآباد. خدا رو شکر عزیزان، به خاطر اینکه واقعا خداوند ما میتونه تو زندگی های شما عمل بکنه، الان زندگیتون رو در دست خودش بگیره، ولی احتیاج هست که شما قلبتون رو به روی عیسی مسیح باز بکنید و اون وارد زندگی شما عیسی بشه. دقیقا همینطوره. یه قسمتی هستش که سهم ما هستش. بعضی وقتا لازمه که اگه ما واقعا تو شرایط خیلی سختی قرار گرفتیم، توی همین ناامیدی و توی اینطور مسائلی که شنیدیم امروز، توی این شرایط قرار گرفتیم، احتیاج هست که ما یک قدمی برداریم. الان میخواییم بریم از دیگر دوستان بشنویم که نظر اونها چی هستش و باز هم برنامه‌مون رو ادامه خواهیم داد. بله، ولی قبل از اون اگه شما مایل هستید که الان برای شما دعا بکنیم، خیلی خوشحال میشیم که با شماره تلفن 2044-1483-410-933 که در صفحه مشاهده میفرمایید به ما تماس بگیرید. ما حتما برای شما عزیزان دعا میکنیم. گناه میتونه ترس تو وجود آدم بندازه، دروغ میتونه، وقتی که از خدا دور میشی. آدمایی که میخوان فقط با فکر و ذهن خودشون عمل کنن، به خاطر اینکه آدم همیشه یه موجود کامل نیست، از خیلی نظرها نقص داره، این احساس به آدم دست میده. ولی اون کسی که واقعا فکر بکنه، از جای دیگه هدایت میشه و بسپره دست هدایت خداوند، هیچ وقت این فکر رو نمی‌کنه. که آدم فکر کنه پشوانه‌ای نداره، یعنی خالیه، تنهاست تو دنیا. جنگ، اینکه آدم احساس